با سلام و درود فراوان خدمت شما بیننده و شنونده عزیزی که صدای من رو از شوی سبا و سبا شو میشنوید. ویلکام تو سبا شو. خانم آقای سلام، من تبار هستم، از تبار بی رنگ ها هستم و اینم بدونید که من توی این بازی رنگ ها گرچه یه رنگ بی رنگم، ولی در قربت چشمای شما، یعنی تو قربت چشمای شما، شما رو میگم، جای دیگر نگاه نکنی، همین کسی که الان دارید این صدا رو، این تصویر رو میبینید تو و میشنوید، همیشه دلتنگم. یادتون باشه من مثل یک رودخونه هستم، دارم مثل یک رودخونه میرم و شما رو یه رودخونه میبینم، محکومتون نمی کنم، فکر میکنم میتونید عوض بشید، کما که خود منم میتونم عوض بشم. پس با این دید که من و شما دو تا رودخونه هستیم که داریم با هم دیگه میریم، فاصله بین من و تو، فاصله بین دو دریا و دو دن تنها هستش، میخواستم در رابطه با جنایت اخیری که توی شهر اشرف صورت گرفته نظرات خودم رو با شماها در میون بذارم. شما هم میتونید نظرات خودتون رو با شوی سبا یا این برنامه که من دارم تهیه میکنم در میون بذارید. میتونید پیاماتون رو، پیامهای ویدیویتون رو، آدیویتون رو به sabatabar5@hotmail.com بفرستید و من اونا رو با کمال میل پخش میکنم و در این شو قرار میدم. من روی صحبتم با بچه های عزیز طرفدار سازمان مجاهدین خلق ایرانه، هموطن زمینی یا ایرانی من، من خواستم از شما خیلی صمیمانه، صادقانه سوال بکنم، به نظر شما علت اصلی یا عاملین اصلی این جنایتی که توی شهر اشرف صورت گرفت کیا هستن؟ میخواستم شما رو یه مقداری به گذشته‌ای نه چندان دور ببرم، زمانی که شما در کنار صدام بودید و حتما شما یادتون هست ماجرای حلبچه رو، 5000 کرد عراقی با سلاح‌های شیمیایی آقای صدام حسین کشته شدن. جنایت فجیع بود. یک فیلمی هست به نام طوفان مرگ، از این جنایت یک فیلمی ساختن، برید اون رو ببینید که چه جنایتی بر این خلق کرد عراق رفت. و در اون زمان شماها هموطنای عزیز من در عراق بودید، کنار آقای صدام حسین بودید، رهبر شما اونجا بود و هیچ صحبتی، حرفی، انتقادی، اعتراضی به آقای صدام حسین نکرد. چرا؟ شما مسئول بودید، شما مجاهد خلق هستید و مجاهد توی کتابی که شما بهش اعتقاد دارید یک مقام والای مجاهد خلق، کسی که جهاد میکنه برای خلق و در اونجا این خلق کرد، خلق عراق به خاک و خون کشیده شدن، با سلاح‌های شیمیایی مصدوم شدن. اگر حرفی، صحبتی، پیامی تو این زمینه داشتید برای من بفرستید یا به دنیا بگید، به خودتون جواب بدید. من میخوام بگم که همون جایی که شما حرفی نزدید، سکوت کردید، آمریکایی‌ها هم وقتی که این جنایت رو می‌دیدن حرفی نزدن، سکوت کردن. چرا؟ نیا کنید هموطنای عزیز، شما وارد یک مبارزه سیاسی، یک مبارزه اعتقادی برای خدا و خلق نشدید، شما وارد یک بازی سیاسی شدید، با اونا بازی می‌کنید و با شما هم بازی میکنن. بله هموطن عزیز، شما یا تا به حال به این سوالی که من از شما دارم میکنم جواب دادید؟ حالا الان جواب بدید، مسئله نیست، هنوز دیر نشده. من مطمئنم شما اگر بیشتر فکر بکنید به این مسئله میتونید به حقیقت برسید و حقیقت اینه که ما حقیقت انسان رو ببینیم، در کنار انسانها قرار بگیریم و با ضد انسانها مبارزه بکنیم، در کنار دیکتاتورها قرار نگیریم
و با دیکتاتورها مبارزه بکنیم. این میشه یک بازی سیاسی و به همین خاطر که مردم از این بازی‌های سیاسی و سیاست نفرت دارن، بدورن. خب هموطن عزیز، من صحبتم و حرفم رو با شما تو این زمینه در میون گذاشتم، ولی این داستانی برنامه بازم ادامه داره. پس این فقط یک سوال بود، یک نکته بود. لطف کنید به من و به خودتون و به دنیا و به هموطنهای خودتون جواب بدید که شماها در کجا قرار گرفته بودید و الان دارید کجا میرید. من باورم بر اینه که هنوز شماها سرتون به سنگ نخورده و اون سنگی که من میگم باید سرش شماها به اون بخوره، اون سنگیه که شما به این برسید که یک مجاهد خلقید. ایدئولوژی باید داشته باشید، معیار باید داشته باشید، بتونید دنیا رو و جهان رو و بازی‌های سیاسی رو با اون خوب ببینید. وارد بازی‌های سیاسی نشید، گول نزنید و گول نخورید. اینا شعار نیست، اینا اتفاقایی که داره هر روز توی دنیا میفته. الان مطمئن باشید این دولت‌هایی که شما میرید کنارشون قرار میگیرید و به اصطلاح از شماها حمایت میکنن، به خاطر شماها حمایت نمی کنن. اگر زمانش برسه بازم با شماها و ماها بازی می کنن. خب این صحبت کوتاه من با شما تموم شد، ولی این داستان بازم ادامه داره. من بازم میام به شماها سلام می کنم، با شما حرف می زنم. خواهش می کنم منو توی اون قلب صافتون و پاکتون جا بدید. من اونجا قرار گرفتم و دارم با شماها خیلی سعی میکنم، حالا شاید دارم فکر میکنید شعار میدم، خیلی صادقانه دارم باهاتون حرف میزنم. دوستتون دارم، دوست ندارم ببینم اون چوب ها اون باتون ها بیاد رو دندون های شما بخوره، روی بدن شما بخوره، یا قلب شما رو با گلوله ها نشونه بگیرن. نه، من این صحنه ها رو دوست ندارم. من مرگ هیچ کسی رو دوست ندارم، اصلا از مرگ متنفرم و تنها چیزی که اعتقاد دارم باید اعدام بشه خود اعدامه. پس با این دیدی که من به شما از خودم دادم، با من در تماس باشید، منو به قلبتون جا بدید و به این سوال های من جواب بدید. من بازم دو سراغ شما میام و با شما حرف میزنم. این انگشتم اگر اینجوری میکنم، انگشت دوستیه که دارم به سوی شما ها میگیرم و میگم دوستتون دارم. با هم دیگه صحبت کنیم، حرف بزنیم و از همین حرفا هست که ما میتونیم به یک حقیقت برسیم. مرسی.